سرخط خبرها ناامنی جدیدترین مشکل رای دهندگان باشندگان 9 ولسوالی محروم از این حق پایان دوره 3 ماهه مبارزات انتخاباتی آغاز دوره سکوت انتخابات پارلمانی هواپیمای بدون سرنشین باز هم به هدف زد کشته شدن 12 شورشی در وزیرستان کلنتن صلح هم لازمی و هم ممکن است گفتگوهای مستقیم در بیت المقدس ادامه یافت بسم الله الرحمن الرحیم با سلام و وقتتان بخیر به مجموعه خبری این ساعت از نگاه خوش آمدید امروز چهارشنبه 24 سنباله سال 1389 هجری خورشیدی که برابر می شود با 15 سپتامبر سال 2010 میلادی در این برنامه من شکیلا فرحمن همراه با همکارانم فاطمه احمدی و ادریس جویا تا حدود نیم ساعت آینده با شما هستیم اما رویدادهای این ساعت را با خبری در مورد نگرانی‌های امنیتی انتخابات هفته آینده آغاز می‌کنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افزایش ناامنی‌ها را جدی‌ترین مشکل بر سر برگزاری انتخابات می‌خواند. این کمیسیون می‌گوید که اگر نهادهای امنیتی از تأمین امنیت انتخابات برای مردم اطمینان ندهد، مشارکت مردم کمتر از توقع خواهد بود. بر اساس یافته‌های این کمیسیون در جریان 3 ماه مبارزات انتخاباتی، نزدیک به 30 نفر کشته و حدود 36 نفر دیگر ربوده شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگران افزایش ناامنی در آستانه انتخابات است. مسئولان در این کمیسیون تهدیدهای امنیتی در برخی مناطق کشور را یکی از مشکلات مهم در انتخابات پیشرو می‌داند. این کمیسیون که وظیفه نظارت از حقوق سیاسی افراد را دارد، ناامنی را جدی‌ترین چالش در انتخابات عنوان کرد. یکی از مشکلات بسیار جدی و اساسی در انتخابات که ما پیشرو داریم این است که امنیت متاسفانه خراب است که ایره همگی میفهمه شما میفهمه اینو مردم افغانستان هم میفهمه خانم سمر میگوید که اگر نهادهای امنیتی داخلی و نیروهای بین المللی در کشور از تأمین امنیت انتخابات برای مردم اطمینان ندهند مشارکت مردم در انتخابات کمتر از توقع خواهد بود بر اساس یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر در جریان مبارزات انتخاباتی نزدیک به 29 نفر کشته شده و 40 نفر زخمی شده و 36 نفر نیز ربوده شده اند. از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق بشر بسته کردن مراکز رای‌دهی در برخی مناطق آرام کشور را سلب حقوق سیاسی مردم از سوی کمیسیون انتخابات می خواند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر دلایل ارائه شده از سوی کمیسیون انتخابات در این مورد را غیر قابل قبول برای مردم می خواند. در بعض ولسوالی‌ها به خاطر بی‌امنیتی محلات رایدهی یا مراکز رایدهی بسته شده ولی در بعض ولسوالی‌هایی که امنیت موجود است بسته شده ولی واقعیت این است که مردم وجود داره و مردم رای داده بنان ای مردم احساس میکنن که تبعیض‌آمیز نسبت به اونا برخورد شده خانم سمر همچنین از کارمندان بلندپایه دولتی خواست تا از مداخله تهدید و تبعیض در روز انتخابات جلوگیری کند این کمیسیون از نهادهای مدنی و به خصوص رسانه ها نیز خواست تا در روز انتخابات وظیفه خود را صادقانه انجام دهند. با این حال دولت میگوید که تدابیر امنیتی برای انتخابات پارلمانی بیشتر از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته است. اما وزارت دفاع ملی میگوید که افزایش تدابیر امنیتی به معنای ازدیاد تهدیدهای امنیتی نیست. در حال حاضر بیش از 300 هزار نیروی داخلی و خارجی برای تأمین امنیت انتخابات فعالند. این در حال است که در 9 ولسوالی به دلیل مشکلات امنیتی انتخابات اصلا برگزار نمی شود. عزیز مبشر با جزئیات بیشتر. اولویت کاری ما تأمین امنیت انتخابات در سرتاسر کشور افغانستان ماست. نهادهای امنیتی داخلی و نظامیان خارجی مستقر در کشور برای تأمین امنیت انتخابات تلاش دارند. مقامها در وزارت دفاع ملی میگویند که تدابیر امنیتی در نظر گرفته شده بهتر از زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته است.
به گفته مقام های امنیتی بیش از 300 هزار نیروی داخلی و خارجی برای تامین امنیت انتخابات موظف شدند. ما با توجه به دو سه نقطه، یک تجربه ای که از امنیت انتخابات ریاست جمهوری داشتیم، چون اولین کار مستقل قوای امنیتی افغان بود که تامین امنیت انتخابات بوده می گرفت، و همچنین با توجه به کمیتی که فعلا موجود دارین و حمایتی که مردم افغانستان از پروسی انتخابات پارلمان میکنن، به لطف خدا امیدوارین که وضعیت ما نسبت به امنیت انتخابات ریاست جمهوری بسیار بهتر باشه. اما فرماندهان نیروهای امنیتی آیساف میگویند آنها در تامین امنیت انتخابات نقش حمایتی خواهند داشت. آیساف میگوید در صورتی که دولت افغانستان خواسته باشد، آنها میتوانند در تامین امنیت انتخابات سهم بگیرند. ANSF has primary responsibility. وظیفه نیروهای مشترک تامین امنیت مراکز رایدهی است. اگرچه در صورتی که دولت افغانستان از ما درخواست کمک کند، نیروهای آیساف آماده هستند تا در مقابله با تمام وضعیت‌های اضطراری عمل کنند. فرماندهان نظامی وزارت دفاع میگویند بررسی آنها نشان می‌دهد که نگرانی‌های امنیتی آنچنان که مردم می‌گفتند جدی نیست و دشمن توان مقابله با نیروهای امنیتی را ندارد. این مقام ها همچنان تاکید می کنند که تدابیر انجام شده به معنای افزایش تهدیدهای امنیتی نیست. این اعزام قوت ها به این مفهوم نیست که تهدیدات در حد بسیار بالاست و نگرانی های بیشتر ما را مجبور به اعزام قوت های بیشتر ساخته. این در حال است که به گفته آقای افضل در نو ولسوالی در شماری از ولایات جنوبی کشور برگزاری انتخابات ممکن نیست و دولت در این ولسوالی ها تسلط ندارد. قرار است انتخابات پارلمانی به روز شنبه 27 سنبله برگزار شود. کمیسیون انتخابات در شماری از مناطقی که مشکل امنیتی ندارند نیز مراکز رای‌دهی را کاهش داده است. نزدیک به